بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. علماء بسیار ارجمند که شما همه برای ما از بزرگترین تا خردترین حیثیت استاد دارین، برای ما واقعا ثقیل هم هست که ما اهل علم و اهل فضیلت مورد خطاب قرار بدم از موضعی که خودم در او قرار دارم. به هر حال میگن که المأمور و معذورن. ما از حزبم اینجا تو فرستاده نشدیم که به گونه گذشته از مقام حزب وطن علمای دینی و مشایخ نصیحت کنم و سیاست یاد بتم و راهنمایی کنم، بلکه در اینجا مره هم کسانی که به این کنفرانس شما برادرها را دعوت کردن مره هم دعوت کردن و مره هم به حیث یک ملا پرورده قبول کردن در قطار خود و من صحبت خودم از این موضع ایراد میکنم. جلسه بسیار مفید بود. هیچ وقت درباره جلسات و کنفرانس ها وحدت نظر وجود نداره. انتقادات، دیدهای گوناگون، همونطور که الله جل جلاله قیافه های ما را گوناگون ساخته و دو آدم شبیه آدم یافته نمیتانه، همچنین نظرات، ذوق ها و میل ها فرق داره. وللناس فی ما یعشقون مذاهبه. به این بنیاد اگر اینجا ما همه ما روی کلمات، روی مکانیزم کار یا همی ترتیب کار توافق نداشته باشیم یا نظریات گوناگون داشته باشیم، لیکن اصل مشترک بین ما بسیار قوی بود در این کنفرانس. مخصوصا من در این کنفرانس یک چیز دیگر دیدم که باعث خوشی ما شد. ما 13 سال است تقریبا در جنگ نا اعلان شده با اصطلاح که خود ما برش اراده نکرده بودیم سر ما تحمیل شد. حتما اشتباهات ما هم در این شریک است. علت العلل چی هست؟ بعضی ها گاهی طور فکر میکنند که اگر امی حزب وطن نمی بودی جنگ نمی شد. اطور نیست. یقینا که حزب وطن هم حزب فرشته ها نیست، حزب صحابه کرام نیست، حزب تابعین و تبع تابعین نیست و مجتهدین در اینجا جمع نشدن. حزب آدم های عادی با امکانات عادی، با عیب هایی که در جامعه است، با هم عیب هایش حزب تا هم است. حزب هم اشتباهات خود کده و ما فکر میکنم که بارها این رهبران ما در سر میزها و منبرهای خطابه های خود، خصوصا دکتر صاحب نجیب الله رئیس جمهور افغانستان توضیح کرده. او کسانی که همیشه حزب مورد ضربات و انتقاد قرار میتن، ما از اونا برادرانه خواهش میکنیم که ما آنچه را که فهمیدیم وقتی که برای ما بسیار زیاد تکرار شود، زنها یک اصطلاح دارن موشک یگان وقت به صورت غلط میجوشانن سنگک میشه که بعد از کل آتش های دنیا را سرش خلاص کنید نرم نمیشه. از امو خاطر است که در قرآن عظیم و شان به پیغمبر توصیه شد که مردم با لینت، با نرمش، با لطف مورد خطاب قرار بده. وقتی که پیامبر هم مکلف به این شوه که با لینت باید رفتار بکنه، من فکر میکنم خصوصا علمای دینی و مشایخ که العلماء و ورثه الانبیا نسبت به همه بیشتر مأمور به می نرمش هستند. مثلا من اینجا طور یک حرف از دوست بسیار محترم، عالم و دانشمند و محقق بسیار محترم که برای من حیثیت استادی را دارن، از نورالحق نور صاحب شنیدم که قرآن که ما اینجا میخوانیم و استدلال میکنیم اما مجاهدین هم هر روز میخوانن دیگه، ما چی؟ شاید برادرها که قرآن تا جهان هست خواهد بود و میلیاردها بار دیگه هم خوانده خواهد شد و هنوز هم در جهان مردم خواهد بودن که به این گوش نتن. این به این معنا نیست که وقتی گوش فرا نمیته یا بالای یک عده تأثیر نمیگذاره ما قرآن نگوییم. ما مأمور هستیم. میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. و همین جمعی آیت شریفه که خوانده شده از طرف علما و ما به حیث شاگرد شما یادداشت کردم، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ما وظیفه اینمی امر و معروف و نهی از منکر داریم.
من فکر میکنم که اگر ما سینه های خود را، قلب های خود را و وجدان های خود را سیقل کنیم، برای حرف های ما نشستگاه مورد قبولم پیدا شود. ما چی زبانی غیر قرآن داریم که به جانب مقابل بگوییم؟ چیزی که امروز مرا در جلسه علما از یک حرف گذاشتم، در ذهنتان یک سوال باقی نمانه بسیار خوش ساختی بود که در اوائل سالها وضع بسیار تیره بود، جنگ از بیرون و داخل شروع شد. جنگ به هر عنوانی که از طرف مردم مسلمان افغانستان شروع شد، لیکن جنگ تنها مردم مسلمان افغانستان شروع نکرده بودند که از قرآن و سنت محمدی صلی الله علیه و سلم دفاع کنند، بلکه علل عدیده در پشت سر ازی بود. پاکستانی وجود داشت که او در قدرت خودت زوال خودم میبینه. متاسفانه غلط محاسبه میکنه، لیکن میکنه ما چطور کنیم؟ در اونجا اتو نیست که اما پاکستانی ها چنین هستن یا ما دشمن پاکستانی ها هستیم. پاکستانی ها برادر ما هستن، اما که انما المؤمنون اخوتون زیر زی حکم هم کل ما داخل هستیم. ما برای پاکستان مصیبت، فلاکت، تباهی، بربادی نمیخواهیم. نفوس را که خداوند هست کرد انسان در کره زمین، حکمت بالغی شمی بود که این انسان ها باشند دیگه، غیر احمقا که بخواین که در اراده خداوند بخواین مداخله کنن. این کار دیوانه ها و احمقا هست.